റളിയല്ലാഹു അൻഹിലിൽ ബാദിരി റളിയല്ലാഹു അൻസുഹദായി റളിയല്ലാഹു അൻഹിലിൽ ബാദിരി റളിയല്ലാഹു അൻസുഹദായി റളിയല്ലാഹു അൻഹിലിൽ ബാദിരി റളിയല്ലാഹു അൻസുഹദായി സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ തവസ്സൽനാ ബിബിസ്മില്ലാ വബിൽ ഹാദി റസൂലില്ലാ വകുല്ലി മുജാഹിദില്ലാ വഅഹ്ലിൽ ബദീരി യാ അല്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ ഇലാഹി സല്ലി ബില്ലുമ്മ മിനൽ ആഫാതി വൻ നിഖ്മ വമിൻ ഹമ്മി വമിൻ ഗുമ്മ ബി അഹ്ലിൽ ബദീരി യാ അല്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ ഇലാഹി നജ്ജിന വക്സിഫ് ജമീ ആദിയത്തിൻ വസുരിഫ് മകാഈദൽ ഇദാ വൽ തൂഫ് ബി അഹ്ലിൽ ബദീരി യാ അല്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ ഇലാഹി നഫ്സിൽ ഖുറബ അനിൽ ആസ്വീന വൽ അത്വബ വകുല്ല ബലിയത്തിൻ വവബ ബി അഹ്ലിൽ ബദീരി യാ അല്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ ത്വാഹാ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم مغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنت من البلاء الصعب بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من حتى الأيدي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة
بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جالل ملماتي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا وادفع مساءة عنا بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلي على النبي البري بلا حد ولا حسري وآل سادة غري وأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ദണ്ണം വബാവാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ദണ്ണം വബാവാസൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വലാത്തും വതസ്ലീമും വഅസ്കാ തഹിയ്യത്തി അലൽ മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് എംഎസ് വോയിസ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني
انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم
منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على أمر
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم ان شاء الله പ്രിയമ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അല്ലാഹു നമോദിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകൾക്ക് വന്നു പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ല നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ല ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെക്ക് മഗ്ഫിറത്തിനായി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ വാപ്പ ഭർത്താവ് ഭാര്യ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുമ്മമാർക്ക് മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാൻ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ കടങ്ങൾ നീടാൻ വീടില്ലാത്തവർ സ്ഥലമില്ലാത്തവർ ഖൈറായ വീടും സ്ഥലവും കിട്ടാൻ സ്ഥലവും വീടൊക്കെ വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോലിയില്ലാതെ വിദേശത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന റാഹത്തായിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ മൈഷത്തിൻ്റെ മാർഗമാക പ്രയാസത്തിനായവർ ലക്ഷങ്ങൾ കടങ്ങൾ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആവശ്യത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹപ്രായം എത്തിയതും കഴിഞ്ഞതുമായ അനുയോജ്യമായ
വീടിന് ഒത്ത ഒരു മകനെ പോലെ, മരുമകനെ ഒരു മകളെ പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇണകളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആവസ്യത്തിൽ, അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആവസ്യത്തിൽ, മക്കള് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടി, മക്കള് സ്വാലീഹികളാകാൻ വേണ്ടി ദുആവസ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും, അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആവസ്യത്തിൽ, മകളെ കെട്ടിച്ച സ്ഥലത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആവസ്യത്തിൽ, അതുപോലെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭാര്യനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭർത്താവ്, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് അമ്മായിമൻ അമ്മാശിനെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ദുസ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയാസകരമായ രീതിയിൽ ലോകം കൊണ്ട് പ്രയാസ ക്യാൻസർ രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട്, നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ തന്നെ ഹീമ ചികിത്സ നടത്തുന്നവരുണ്ട്, കല്ലിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട്, സ്ത്രീ സംബന്ധമായ ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശക്തമായ തലവേദന മൈഗ്രീനിന്റെ വേദന കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട്, കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ചവരും മജ്ലിസിലുണ്ട്, ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, വെള്ളപ്പാണ്ട് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി, മാതാവ് വരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ, വിഷമിപ്പിക്കുന്നവർ, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ, അങ്ങനെ അസൂയ കൊണ്ട്, സിഹിറു കൊണ്ട്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി റബ്ബേ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എത്രയെത്ര ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ദുആവസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ ഒക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ, എല്ലാം സലാമത്തിലാക്കി തന്നെ അള്ളാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന മജ്ലിസ് അള്ളാഹുവേ, ഖത്മ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന, ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്ത എല്ലാവരും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അള്ളാ. അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഉമ്മമാരുടെയും മനസ്സ് നിനക്കറിയാം, ഉപ്പമാരുടെ മനസ്സറിയാം, എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നീ കബൂലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ. അള്ളാഹുവേ ഖുർആനുമായി അമ്മ ആ അതിയായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ, ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാനൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ, നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുമ്മ നബ്ബിറ ഖുലൂബനാ ബിൽ ഖുർആൻ വസയ്യിൻ അഖ്ലാഖനാ ബിൽ ഖുർആൻ വനജ്ജിനാ മിനൽ നാരി ബിൽ ഖുർആൻ വഅദ്ഖിൽനാ ഫിൽ ജന്നത്തി ബിൽ ഖുർആൻ. അല്ലാഹുമ്മ ജാലിൽ ഖുർആന ലനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഖരീന വഫിൽ ഖബ്രി മൂനിസൻ വഅലാ സിറാത്തി നൂറൻ വഫിൽ ജന്നത്തി റഫീഖാ ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم اجعل هذا الشهر شريفا عظيما شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار. اللهم امضض لنا في أعمالنا ووسع لنا في أرزاقنا وبلغ لنا آمالنا وصحح لنا أجسامنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وإنك أم الكتاب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا فاستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. പടച്ചവന ലോക രക്ഷിതാവായ അർഹമ റാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഓതിയത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകൾ വന്നു പോയിട്ട് വിട്ടുപുറത്തും അപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില് സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചുപോയി, എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടുപോയി, എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി, അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരിൽ നിന്ന് പലവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, സന്താനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാര് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലാ അവരുടെ കക്കബരടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥുനിതാവിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ പള്ളിക്കാടുകളിൽ ദിവിശ്രമം കൊണ്ടുവന്നവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയും നാളെ ഞങ്ങളുടെയും ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹ്
അള്ളാഹു നിന്റെ മഹാനുഭവനുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഊന്നിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിലെ ഓരോ ഹർഫിന്റെയും സ്വാബിനെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ ഹൻറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെ മുർസലീങ്ങളെ ഹൻറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹൻറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെയും ഹൻറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ സിയാരത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ മശായിഖന്മാർ എല്ലാവരുടെയും ഹൻറത്തിലേക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ശുഹദാക്കളെ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹൻറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദരജകളെ സ്ഥാനങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തോടെ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ, ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആരൊക്കെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വസിയത്തുകൾ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫ് ഹാഫിന് ഒരു ഹാഫിൻ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഖിറാഅത്ത് പഠിച്ച ഒരു ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഓത്തുകേട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യത്തിലാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുള്ളത്. നീ പൂർത്തീകരിച്ച് തരണേ അള്ളാഹ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീ ഖിറാഅത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഓതുന്നതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായ ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദനകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും വേദനകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ എല്ലാ രോഗത്തിനും ശിഫ നിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാനുഭവനെ കൊണ്ട് അല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ എന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന്, ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അത്തരം രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കീമോ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഈ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകി പരിപൂർണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീക്കി സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ബർക്കത്ത് വേണം റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാനുഭവനെ കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മൈഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിതോപാധികളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കൂലിവേലകളിൽ ഒക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, കടം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ റബ്ബേ, കടമെന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജന വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ, ഞങ്ങളിലേക്കായി തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹാനുഭവനെ കൊണ്ട് അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. വീട് വിറ്റു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, സ്ഥലം വിറ്റു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. സ്ഥലമില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വാടക വീടിൽ കോട്ടേഷൻ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. മാന്യമായ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാന്യമായി അന്തി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, ഒരു വീട് ഒക്കെ നൽകി
നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹാനുഭദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായം എത്തിയതും വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞതുമായ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാധീനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ഞങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, അവർക്കൊക്കെ നീ നാഫിയായി പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തി മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ ആലിമീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, മക്കളെ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, പെൺമക്കളെ ഹാഫിലത്തീങ്ങളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളിലും മദ്രസകളിലും ഒക്കെ പരീക്ഷ, മദ്രസകളിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പൊതുപരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടിന് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ മാന്യമായ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും അയലും മക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സിഹർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിൻ്റെ ജിന്നി ഫിരീദി റുഹാനിയത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ റബ്ബേ, നിൻ്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ കൊട്ടാരങ്ങൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ അരുവികൾ കണ്ട്, സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷിപ്രവാദികളെ സസ്യലതാദികളെ കണ്ട്, സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലാകമാരൊക്കെ കണ്ട് റബ്ബേ, സ്വർഗാത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ സ്വർഗീയ ലോകം കണ്ടിങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ വിട പറയാൻ തൗഹീദ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആക്കിപ്പത്തി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹക്കി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ ആലി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അസ്ഹാബി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വ ഖിനാ അദാബന്നാർ ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈറി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ ആലിഹി വസഹ്ബി അജ്മാഇൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ والحمد لله رب العالمين تقبل الله الله يسجدكنا الرحمن നമ്മളെ മജ്ലിസിലെ ലിങ്കുകളൊക്കെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഒരു പേജ് ഖുർആനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില വളരെ വലുതാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.